سلام و درود به تمامی همراهان عزیز لذت داستان. من شهرزاد هستم و اینجا هر شب براتون یه داستان دنبال دار میخونم. امشب میخوام قسمت 16 از داستان زیبای ملکی کافر رو برای شما بخونم. توی قسمت قبل داستان رو تا اونجایی براتون خوندم که ماتنی به همراه ناختمین به تبس برگشتند. با کمک نفرتیتی ناختمین از اعدام نجات پیدا کرده بود، اما سرنوشت هورمهب هنوز مشخص نبود. مردم برای آزادی اون شورش کرده بودند، ولی فرعون میخواست که اون رو اعدام کنه. بعد از مدتی پیکی از طرف وزیر آیی برای ماتنی اومد که خبری عجیب رو با خودش آورده بود. قبل از شنیدن ادامه داستان فراموش نکنید همین اول ویدیو رو لایک کنید، نظرتون رو حتما برام کامنت کنید، و اگر میخواید از این داستان زیبا که روزهای دوشنبه و پنج شنبه برای شما پخش میشه جا نمونید، فراموش نکنید که زنگوله پیج رو هم روشن کنید. بریم تا با هم ادامه این داستان زیبا رو بشنویم. فصل 20، اول مچیر 1347 پیش از میلاد مسیح. از میان پیام‌های پدرم میشد دانست که در آمارانا آشوبی در کار نیست. هورمهب به دست فراموشی سپرده شده بود و مردم برای هرچه شکوه منتر جلوه کردن آتون مجبور به پرداخت مالیات های سنگین بودند. مصریان بیشتر کار می کردند و کمتر می خوردند. زنها پا به پای همسرانشان به کار کشیده شده بودند. غذای کافی در شهرها یافت نمی شد و مردم در فقر بودند. آنها با دیدن ساختمان‌های سر به فلک کشیده ی آخناتون تصمیم گرفته بودند بار دیگر آمون را پرستش کنند. ما در تبس یک معبد پنهانی داشتیم که در سایبانی از گل‌های یاس قرار گرفته بود. به این ترتیب روزهای بلند تابستان و روزهای کوتاه پاییز را سپری می کردیم. می دانستم که خواهرم با وجود بچه روزهای سختی را پشت سر می گذارد. سرانجام یک روز که در کنار ایپو نشسته بودم و برایش از خواص گیاهان صحبت می کردم، پیغام تازه ای از راه رسید. انتظار داشتم نشان پدرم را روی تومار ببینم. دو ابوالهول با یک آنخ در میان چنگال هایشان. اما این بار نام از طرف مادرم بود. ماه مچیر فرا رسیده. خواهرت می خواهد تو به آمارانا بازگردی. با این وجود، او نمیتواند سلامت ناختمین را تضمین کند. هورمهب هنوز در زندان است و آخناتون آرزو میکرد بتواند با دستهای خود او را بکشد. پدرت به او اخطار داده که با کشتن جنرال آشوبی سرتاسر مصر را به آتش خواهد کشید. اما حرفهای ما بی نتیجه است. مگر اینکه سرانجام نفرتیتی یک پسر به دنیا بیاورد. پدرت معتقد است بهتر از تو در کنارش باشی. او یک کرجی به دنبال تو خواهد فرستاد. ناختمین با آرامی گفت: تو باید بروی. او خواهر توست. ممکن است هنگام زایمان دچار درد سر شود. من با خود اندیشیدم که نفرتیتی زنی نیرومند است. او هرگز نمی میرد. گفتم: اما تو نمی توانی با من بیایی. اگر مردم تو را ببینند و به آخناتون اطلاع بدهند، کشته خواهی شد. او گفت: من همینجا منتظر تو خواهم ماند. او قول داد که مراقب خودش خواهد بود. ادامه داد: حالا میماند موضوع انتخاب قبرهای من. گفتم: بله، ما تازه ازدواج کرده ایم و باید از انتخاب مکان قبرهای من شروع کنیم. من قبرهای توتموس را با فضای نمور و تاریکشان به خاطر آوردم. از تصور بودن در چنین جایی بر خود لرزیدم. ترجیح می دادم که او به تنهایی در تپه های تبس جایی را انتخاب کند. او می توانست جایی را در نزدیکی مقبره فرعونی مصر و نیاکان خودش انتخاب کند. به همسرم نگاه کردم. او با محبتی بی اندازه من را در میان بازوانش گرفت. هنوز هم منتظر بود تا من چیزی بگویم. گفتم: دیگر باید بروم. من و ایپو سوار کرجی شدیم. پیش از آن که همسایه ها از خواب بیدار شده و بپرسند این کرجی از کجا آمده و به کجا می رود. در طول راه به این می اندیشیدم که در این چند ماه آمارانا تا چند اندازه تغییر کرده است. من اکنون زنی متأهل بودم با خانه و زمینی که به خودم تعلق داشت. اکنون در زمین های خودم صاحب گوسفند و مرغ بودم و
من نیازی به زندگی کردن در سایه نفرتیتی نداشتم. من نیازی به محبت او نداشتم. او خواهرم بود، اما دیگر کافی بود. پدر و مادرم مرا به سالن پذیرایی راهنمایی کردند. مادرم به محض دیدن من با صدای بلند گریه کرد و موها و صورتم را بارها و بارها بوسید. پدرم نیز با لبخندی گرم به استقبالم آمد و صورتم را بوسید. گفت: به نظر خوب میایی. سپس به ایپور رو کرد: و تو هم همینطور. مادرم گفت: خوب تعریف کنید، باید همه چیز را برایم بگویی. او میخواست در یک لحظه از تمام اتفاقات این چند ماه با خبر شود. اینکه من چطور زندگی میکنم، خانم چه شکلی دارد و زندگی در حاشیه نیل چطور است. تاتموس به محض شنیدن خبر ورود من به دیدنم آمد. با تعظیمی بلند بالا لبخند زد. گفت: در آمارانا همیشه صحبت از شماست بانی من و البته از شما ایپو. همه در انتظار دیدارتان بودیم. ایپو خندید. گفت: مردم حرف دیگری برای غیبت پیدا نمی کردند؟ پدرم گفت: نه چیزی جز فرعون. در حالی که به طرف آدیانس می رفتیم در عمارت بزرگ آمارانا ایستادم و با تعجب گفتم: اینجا که کسی در حال ساخت و ساز نیست. پدرم ابرو بالا انداخت. گفت: به همین دلیل او مجبور شد نوبیایی ها را به کار بگیرد. با تعجب پرسیدم: خارجی ها در کنار سربازان مصر کارگری می کنند؟ اما اگر آنها جاسوس باشند؟ پدر گفت: بله، مطمئنن در میانشان جاسوسانی نیز وجود خواهند داشت. اما پاناسی او را متقاعد کرده که باب کارگیری نوبیایی ها امارت ها را در مدت کوتاه‌تر و با هزینه کمتری خواهند ساخت. گفتم: و شما اجازه دادید؟ آیا کاری از دست تیه ساخته نبود؟ نگاه سنگینی میان مادرم و تاتموس رد و بدل شد. پدرم گفت: او از قصر تبعید شده و در ویلای تو زندگی می کند. گفتم: آنجا زندانی است؟ صدایم در امارت پیچید. خود را کنترل کردم و آرامتر گفتم: پس او در شهر فرزند خودش زندانی شده است. پدرم گفت: پاناسی آخناتون را متقاعد کرد که مادرش برای سلطنت او خطرناک است. اما اگر کمی شانس بیاورد قدرت را دوباره به دست خواهد گرفت. پرسیدم: نفرتیتی چطور؟ گفت: او چه کار میتواند بکند؟ با آدیانس که رسیدیم پدرم گفت: از دیدن چیزهایی که در پیش رو داری تعجب نکن. نگهبانان تعظیم کردند و در را برای من گشودند. جارچیه دربار نام ما را صدا کرد. نگاه من به مستخدمینی افتاد که لباسهای طلایی به تن داشتند و دستبندهایی از طلا و سنگهای قیمتی به دست کرده بودند. زنی همچون مجسمه در کنار نفرتیتی نشسته بود. با یکدیگر شعر می‌خواندند و می‌خندیدند. خواهرم همچون جواهری در آن میان می‌درخشید. به سختی از جا برخاست. بوی آشنای موهایش را که احساس کردم تازه به خاطر آوردم که چقدر برای دیدنش بیتاب بودم. او با اشتیاق به استقبالم آمد و گفت: چقدر از دیدنت خوشحالم. گفتم: بودن در شهر فرعون موجب سربلندی من است. گفت: و همین خاطر بود که یک دفعه از اینجا گریختی؟ دربار در سکوت فرو رفت. من لبخند زدم و گفتم: اینجا را ترک کردم، زیرا احساس می کردم در خطر هستم. اما اکنون در کنار خواهرم و سربازانش احساس امنیت می کنم. چهره آخناتون برافروخته شد، اما نگاه نفرتیتی او را سر جایش نشاند. من دیگر دختری نبودم که از آمارانا گریخته بود. اکنون زنی متأهل بودم. سکوت حاکم بر آدیانس به زمزمه های آرام تبدیل شد. نفرتیتی مرا بوسید. گفت: دلیلی برای ترسیدن وجود ندارد. تو در خانه من در امان خواهی بود. گفتش را اصلاح کرد: خانه ما. او دستان مرا گرفت و زیر نگاه درباریان به طرف درهای آدیانس حرکت کردیم. نفرتیتی گونه اش را روی شانی من گذاشت و من گرمای نگاه های آخناتون را از پشت سرم احساس می کردم. نفرتیتی با اطمینان گفت: می دانستم که می آیی. مطمئن بودم. درباریان با نگاه ما را دنبال می کردند. می توانستم صدای پچ پچ ها و خنده های ریزشان را بشنوم.
پدرم نیز به فرعون نزدیک شده بود و با او گفتگو می کرد. اخباری از هیتی ها در میتانی دریافت کرده ایم اعلی حضرت. اما فرعون در آن لحظه خشمگین بود و نمی خواست چیزی بشنود. نفرتیتی به طرف او برگشت. فرعون خود را آرام کرد و لبخند زد. گفت: پدر شما گمان می کند که من زیر سلطه هیتی ها هستم. نفرتیتی گفت: پدر من به شما علاقه دارد، می خواهد سلطنت شما را حفظ کند. آخناتون فریاد زد: چرا او باید فکر کند که قدرت من از پادشاه سوپیلو لیماس کمتر است؟ نفرتیتی گفت: زیرا او فرد حریصی است. شما به داشتن مردمتان و حفظ شکوه آتون قانع هستید. آنها در فکر گسترش قلمرو فرمان روایشان هستند، اما شما به سلطنت قدیمی اجدادتان فکر میکنید. کی از راه رسید؟ گفت: کشتی سرگردان به ساحل بازگشته است. بعد نگاهی به کمربند من انداخت و پرسید: خبری از بچه نیست؟ پاسخ دادم: نه. و شما چطور؟ یکی از ندیمه های کیا گفت: به او اهمیت نده، بیا. آنها برای استقبال از میهمانان به تالار رفتند. مادرم با مهربانی مرا در آغوش گرفت. از تبس برایم تعریف کن عزیزم. پدرم اضافه کرد: و از اوژی؟ گفتم: خب به گمانم اوژی خیلی چاق‌تر از دوران کودکیتان شده است. پدر گفت: او از همان دوران کودکی چاق بود، زندگی خوبی داشت. آیا صاحب فرزند شده است؟ گفتم: بله، همسرش از اهالی میتانی است، 3 فرزند دارد. او هنگام بازگشت از باغ ماهی همراه با زیره میپزد. مادرم خندید و گفت: اگر فراموش نکرده باشم او صدای خوبی هم داشت، از خانه خودت بگو. گفتم: آن خانه متعلق به من است مادر، نه هیچ کس دیگری، خانه خود من. باغش را به خوبی کاشته ایم، از آن محصولات خوبی برداشت می کنیم. ایپو به امورات خانه رسیدگی می کند. ناخمین گل داده تا برگشت من مراقب باغ باشد. در حالی که پاهای نفرتیتی را با روغن نارگیل ماساژ می دادم گفتم: تو چه کار می کنی؟ هر روز با پای برهنه این طرف و آن طرف می روی؟ گفت: هر وقت که بتوانم. یک دیگ آب پر از استخود دوست در اتاق می جوشی. نفرتیتی گفت: نمیدانی نوازش کردن بچه ها چقدر لذت بخش است. من قبلا متوجه این موضوع نشده بودم. به کمرم نگاه کرد. من گفتم: هنوز به بچه فکر نکردم. گفت: چرا از تبس برایم تعریف نمی کنی؟ در آنجا چه کار می کنی؟ می خواستم پاسخ بدهم که ناگهان صدای بچه ها شنیده شد. آنها همراه یک ندیمه وارد اتاق شدند. خواهرم با لبخند گفت: مریتاتون، مکتاتون. دخترها خودشان را با آغوش مادرشان انداختند و داستان من به فراموشی سپرده شد. پرستارشان زن خوشرویی نبود. دختر کوچکتر در حال گریه کردن به موهای مادرش چنگ می انداخت و مری موهای مرا گرفته بود. ناگهان هر دو دختر دست از کار کشیدند. با چشمان متعجب به من خیره شدند. مری روبروی من نشست. در حالی که نگاهش روی من ثابت مانده بود پرسید: شما خالی ما هستید؟ من به نفرتیتی لبخند زدم. گفتم: بله. گفت: چشمانتان سبز است. بعد چشمانش را به چشمان من نزدیک کرد تا ببیند که شبیه من هست یا نه. مکتاتون بار دیگر گریه را از سر گرفت. من از او پرسیدم: چه شده؟ او دستان من را کنار زد و بیشتر در آغوش مادرش فرو رفت. مری بار دیگر موهای مرا کشید. به او نگاه کردم و گفتم: میدانی که نباید از این کارها بکنی؟ او با تعجب به مادرش نگاه کرد. نفرتیتی گفت: معلوم است که میداند. پرستار پشت در ایستاده بود و از بچه ها چشم بر نمی داشت. نفرتیتی از یکی از خدمتکاران خواست تا در لباس پوشیدن او را کمک کند. گفت: این بچه ها درست مانند پسر بچه ها هستند. چرا باید به خاطر دختر بودن نادیده گرفته شوند؟ نفرتیتی به آبستت گفت بچه ها را به اتاقشان ببرد تا به درس هایشان برسند. مریتاتون فریاد زد: نه مامان. نفرتیتی گفت: میخواهی یک شاه دخت باشی یا یک روستایی فقیر؟ مریتاتون با زیرکی خندید و گفت: روستایی فقیر. نفرتیتی گفت: واقعا بدون کالاسکه و اسب و جواهرات؟
مریتاتون بلند شد، اما هنوز در انتظار نوازش مادرش بود. گفت: امشب با آرنا می رویم؟ مادرش گفت: شاید، اگر از پدرتان خواهش کنید. پرسیدم: اجازه می دهی آنها در تاریکی شب با آرنا بروند؟ آیا کاری هست که تو اجازه انجامش را به فرزندانت ندهی؟ نفرتیتی گفت: بچه که بودیم آرزوی داشتن یکی از این امکانات را داشتم، اما اکنون فرزندانم از هیچ چیز محروم نیستند. گفتم: ما در دوران کودکی تواضع و فروتنی را یاد گرفته ایم. او شانه بالا انداخت، در مقابل آینه ایستاد، شانه اش را به دست من داد و گفت: تو همیشه بهتر از من این کار را انجام می دهی. با ترش روی گفتم: در تمام این مدت می توانستی برای من یک نامه بنویسی. در حالی که با آرامش موهایش را شانه می زدم گفتم: مادر بارها برایم نامه نوشت. نفرتیتی گفت: این تا بودی که یک سرباز را به زندگی در دربار ترجیح دادی، نه من. در لحظه شانه در موهایش گیر کرد. آه ماتنی، دردم آمد. گفتم: متاسفم. او روی صندلی خود نشست. امشب به آرنا می رویم. تا به حال شاهد شکوه تاجگذاری این شهر نبوده ای. احساس کردم اخلاق خاص من را از یاد برده است. گفتم: فکر کردم که این تاجگذاری شماست. گفت: ما قبلا تاجگذاری کردیم. من کاری کردم که تا ابد جاودان بمانم. هوشیارانه گفتم: هیچ چیز جاودانه‌ای وجود ندارد. او در آینه پوزخند زد. چرا؟ فکر میکنی خدایان مرا به خاطر حیله‌ام تنبیه میکنند؟ گفتم: نمیدانم. در میان سر و صدای نگهبانان و کالاسکه‌ها به طرف رودخانه سلطنتی آرنا حرکت کردیم. این نخستین باری بود که از نزدیک این رودخانه را میدیدم. حلقه سفید رنگی که مانند یک روبان ابریشمی شهر را در میان گرفته بود. تاتموس که همتراز وزرای دربار بود در کالاسکی من نشست و در روشنای صبح به من چشم دوخت. گفت: شما شباهت زیادی به پدرتان دارید. همان گونه ها، همان لب ها، اما چشم هایتان با هم فرق دارد. گفتم: چشمان من شبیه چشمان پدرم است. گفت: شما خیلی تغییر کرده اید. زیرکانه پرسیدم: نفرتیتی چطور؟ آیا از زمان ورودتان به دربار متوجه تغییری در او نشده اید؟ هر دو به نفرتیتی که در کالاسکی جلویی ما در حرکت بود نگاه کردیم که تاج زرینش در تاریکی شب می درخشید و لباس نقره‌ای رنگش با وزش نسیم می رقصید. تاتموس با جدیت گفت: نه، ملکه کوچکترین تغییری نکردند. مردم عاشق او بودند. زمانی که به سوی آرنا حرکت می کردیم، آنها در خیابانها نامش را فریاد می کشیدند و شکوفه های گل را به طرف کالاسکش پرتاب می کردند. با یک نگاه به خیابانها می شد فهمید که ملکه از کجا عبور کرده است. نگهبانان نوبیایی در اطراف کالاسکش ایستاده بودند و از او محافظت می کردند. عقب بایستید، عقب. اما مصری ها برای دیدن او دست و پا می شکستند. نفرتیتی آنها را آرام می کرد: لطفاً آرام باشید. من از تاتموس پرسیدم: آیا همیشه اوضاع به این صورت است؟ گفت: بله بانوی من. آنها برای دیدن او با آسوان می آیند و انقدر بیرون دروازه های قصر می مانند تا بتوانند او را تماشا کنند. گفتم: مگر او الهه است؟ گفت: بله، الهه مردم. پرسیدم: فرعون چطور؟ گفت: دیدن او سخت‌تر است. نگهبانان نوبیایی به شدت از او مراقبت می‌کنند. تاتموس به من نزدیک‌تر شد و گفت: فکر می‌کنم که او به ملکه حسادت می‌کند. اما ملکه همه محبتش را به پای او می‌ریزد و او را ستایش می‌کند. از پا به مدخل ورودی آرنا وارد شدند و هیاهوی مردم بلند و بلندتر شد. تصور چنین جمعیتی را نیز نکرده بودم. می توانستم قسم بخورم که تا کنون این همه انسان را یک جا ندیدم. تاتموس دستم را گرفت تا از کالاسکه پیاده شوم. گفت: شکوه سلطنت را می بینید؟ تصویر نفرتیتی و آخناتون بر فراز آرنا به زیبایی حکاکی شده بود. شکوه آنها فراتر از آتون بود. با تعجب پرسیدم: تمام اینها کار شماست؟ گفت: بله،
با حمایت هنرنمایی مایا فقط در عرض 7 ماه. تمامی مجسمه ها با ظرافت و زیبایی، طراحی و طلاکاری شده بود. دستانشان در بالاترین قسمت آرنا قرار گرفته بود و در همان نگاه اول می شد دید که این تندیس با معبد بزرگ تبس برابری می کند. وارد معبد شدیم و صدای قدم های من سکوتی که بر ستونهای آن سایه افکنده بود را شکست. نفرتیتی پرسید: نظرت درباره اینجا چیست؟ گفتم: با شکوه است. وجود تاتموس نعمتی بیمانند است. تصاویری از تمام افراد خاندان سلطنتی بر دیوارهای آرنا دیده می شد. اما خبری از کیا و شاهزاده نبنفر نبود. خواهرم آنها را از آرنا دور نگه داشته بود. او می دانست اگر نام از یاد رفتگان را ببری، آنها زنده خواهند شد. اکنون خدایان هنگام بازگشت به مصر نشانی از کیا نمی یافتند. مری با اشتیاق پرسید: این اسب را برای من می خرید؟ این یک اسب آشوری است. آخناتون به طرف استبل رفت و نفرتیتی به چشمان متعجب من خیره شد. نفرتیتی گفت: یک جفت اسب آشوری. آخناتون هر دو اسب برای مریتاتون و مکتاتون خریداری کرد. نفرتیتی گفت: کسی چه می داند؟ شاید به زودی مجبور شویم یکی هم برای پسر کوچولوی من بخریم. این بزرگترین میدان مصر است، اینطور نیست؟ گفتم: ساخت آن کار زیادی برده است، اینطور نیست؟ گفت: 300 نفر از اهالی نوبیار آن کار کردند. گفتم: گمان میکردم شما در رابطه با آنها با احتیاط عمل میکنید. آخناتون پوزخند زد و گفت: نوبیایی ها از نیمی از اهالی مصر وفادارتر هستند. آنها نه تنها به من بلکه به سرزمین مصر وفادار هستند. برای افتخار این سرزمین هر کاری میکنند. مصر تنها یک خدا دارد. بعد به نفرتیتی نگاه کرد و ادامه داد: خدایی که به سلطنت ما قدرت می بخشد. نفرتیتی سرش را روی شانی او گذاشت و دستش را روی شکمش کشید. او مانند اولین و دومین زایمانش زایمان راحتی داشت. نمی دانستم تا که باید پشت در انتظار بکشم. آرزو می کردم بتوانم پیش از به دنیا آمدن بچه آنجا را ترک کنم. اما نباید نسبت به خوشبختی خواهرم حسادت می کردم. نه حتی زمانی که می دیدم نوزاد چطور در آغوش مادرش جای می گیرد. سومین شاه دخت مصر نیز به دنیا آمد. 3 دختر. قاصد نام نوزاد را اعلام کرد: آنخ، سان، پاتون. کسی که برای افتخار آتون زندگی می کند. هنگامی که اشک شوق را در چشمان آخناتون دیدم، نتوانستم جلوی خودم را بگیرم. با تلخی زمزمه کردم: چرا آخناتون باید لایق پدر شدن باشد؟ اما ناختمین بی نصیب بماند. مادرم به آرامی پرسید: به چه چیزی فکر میکنی؟ گفتم: به نفرتیتی نگاه میکردم که خانوادهش او را احاطه کردند. آخناتون، مکتاتون، مریتاتون و اکنون این دختر کوچولو. نام تمامی آنها از خدای خورشید گرفته شده. خدایی که فقط خودشان او را قبول دارند. لبهایم را برهم فشردم. پدرم همراه تیه وارد شد و با مهربانی مرا بوسید. نفرتیتی گفت: مگر من اولین کسی هستم که تا کنون بچه‌ای به دنیا آورده است؟ چرا آنطور نشسته یا به من نگاه میکنی؟ تیه به من نگاه کرد و برای دیدن فرزند تازی فرعون جلو رفت و گفت: پوست صورتش همرنگ پوست تو است مات نجمت، همینطور حالت چشمهایش. بچه به من خیره شد. پدر و مادرم به آرامی به طرف او رفتند، اما من بی تفاوت در جای خودم ایستاده بودم. مادرم گفت: حق با ملکه تیه است. نفرتیتی گفت: نزدیکتر بیا، او فقط به تو نگاه می کند. هنگامی که برای دیدن چهره سومین فرزند فرعون به طرف او خم شدم، او بالای سرم ایستاد. من به او لبخند زدم. آخناتون گفت: فقط دختر من می تواند چنین نگاهی داشته باشد. به همین خاطر است که تا کنون زنده مانده. من به نفرتیتی گفتم: او نسبت به شما بسیار سختگیر است. نفرتیتی خود را بالا کشید و گفت: هیس، نباید چنین حرفایی بزنی. در آمارانا کسی این حرفها را باور نمی کند. گفتم: هیچ کس در آمارانا جرأت اعتراف کردن آن را ندارد. اما من دروغ نمی گویم. حال می خواهم به خانه‌ام برگردم. او در حالی که به سختی از جایش بلند می شد فریاد زد: به تبس بروی،
چون این اجازه‌ای به تو نخواهم داد. بازویم را گرفت و مرا عقب کشید. نرو، لطفاً نرو مات نجمت. نمیتوانی مرا در چنین موقعیتی رها کنی. پرسیدم، کدام حال؟ برای یک لحظه احساس کردم او چیزی نخواهد گفت، اما لب باز کرد. زمانی که باردار بودم، آخناتون به دیدن کیا نمیرفت، اما حالا بیشک به طرف او بر میگردد. من هرگز قادر نبودم به خواسته او تن بدهم. نمیخواستم جاسوسی آخناتون را بکنم یا هر کار دیگری که احتمال داشت از من بخواهد. بار دیگر آماده رفتن شدم. خواهش میکنم، من بدون تو نمیتوانم. او به دنبالم دوید، لباس بلندش زیر پایش گیر کرد. با بیمیلی پرسیدم، تو دقیقا چه میکنی؟ از نیل که ماهی نمیگیری، روی زمین که کار نمیکنی، برای دفاع از مصر با هیتی که نمیجنگی، بگو برای سلطنت چه میکنی؟ او فریاد زد، من الهی مصر هستم، من ناجی این سرزمینم. زمانی که سربازان میخواستن شورش کنند، من با آنها صحبت کردم، اطمینان دادم که زندگی بهتری خواهند داشت. من در این نمایش مانند یک عروسک میچرخم و میچرخم. فقط پدر میتواند وخامت این وضعیت را درک کند. لبهایش میلرزید. چشمانش را که بست اشکهایش سرازیر شد و روی دامنش ریخت. لطفاً کنار من بمان. برای یک مدت کوتاه. همین که نفرتیتی مطمئن شد در کنارش خواهم ماند، سعی کرد درباره وضعیت امنیتی همسرم به من اطمینان بدهد. به او فکر کردم. اکنون در تبس برای مقبره های من سنگ مناسب و پیکره های باشکوه را آماده می کرد تا خدایان هنگام بازگشت بتوانند ما را تشخیص بدهند. نفرتیتی از ماندن من بسیار خوشحال شد. بیش از آن که باید تشکر کرد. مدام برایم وسایل تزئینی مانند سراستین‌های طلایی، مهره‌های زیبا برای تزئین موهایم و دانه‌های زمرد برای روی پیشانیم هدیه می‌آورد. آنها بسیار باشکوه بودند. هر روز صبح به همراه هم به معبد آتون می‌رفتیم. او برای خورشید عود و شمع روشن می‌کرد. او به من تذکر داد: وقتی ما در حال عبادت هستیم، تو نباید اینطور بیکار بمانی و به ما نگاه کنی. اما عدم تمایل من به عبادت فرعون را خشمگین نکرده بود. من تنها کسی بودم که می توانستم نفرتیتی را آرام کنم. فرزندانش را روی زانوهایم می گرفتم و با آنها بازی می کردم. سه شب تمام بود که آخناتون به دیدن کیا می رفت و من مجبور بودم در سرمای حیات بیستم و او را زیر نظر بگیرم. من مایل به پرستش خورشید نبودم. مجسمه های هاتور و آمونی را که به همراه داشتم پرستش می کردم. ناگهان صدایی از میان فضای معبد خالی شنیده شد. چشمایم درست می بینند؟ خواهر ملکه آتون را نمی پرستند؟ پناسی بود که از عبادت صبحگاهی باز می گشت. آتون خدای مصر است. اما من دیگر ترسی از او نداشتم. او که چیزی بیشتر از پدر همسر دوم فرعون نبود. گفتم، شما خدای را عبادت می کنید که حتی دستتان به او نمی رسد. گفت، من بزرگترین عبادت کننده ی آتون هستم. چشمانم به جواهراتی افتاد که سر تا پای او را پوشانده بود. او منظور مرا فهمید. به آهستگی گفت، شما می دانید که فرعون سه شب گذشته را در کنار کیا سپری کرده است. او از زمان به دنیا آمدن سومین شاهزاده خانم به دیدن او می رود. من فکر کردم بد نیست بدانید که کیا باردار است. دومین فرزندش نیز پسر خواهد بود. من متوجه لحن فاقد اطمینان او شدم. گفتم، از کجا می دانی که او باردار است؟ زن در دو یا حتی سه ماه نیز نمی تواند نسبت به بارداریش مطمئن باشد. پناهسی به جایی که نفرتیتی و آخناتون زانو زده بودند نگاه کرد و با نیشخند گفت، من نشانه هایی دیدم. گفته های پناهسی را به نفرتیتی نگفتم، اما به پدرم اطلاع دادم. او نیز تأکید کرد که چیزی به خواهرم نگویم. گفت، او بعد از زایمان تازه آرام گرفته است. نباید با این شایعات او را آزرده خاطر کنی. درگیری با هیتی ها به اندازه کافی برای من درد سرساز بوده است. من تکرار کردم. سه شب متوالی است که آخناتون به دیدن کیا می رود. پدرم طوری به من نگاه میکرد که انگار متوجه منظورم نشده است. گفت، سه شب، او یک پسر میخواهد و با تمام حماقتش این را فهمیده است.
اگر نفرتیتی نتواند برای او پسری به دنیا بیاورد، به کس دیگری متوسل خواهد شد. گفتم، اما این انصاف نیست. گفت، خدایان اینطور می‌خواهند. او دست بر شانه‌ام گذاشت تا آرام بگیرم. چندین تومار باز نشده روی میز بود که باید با آنها رسیدگی می‌کرد. بعضی از آنها از میتانی رسیده بودند. من چند تومار را باز کرده و پرسیدم، آیا واقعا میتانی درگیر جنگ خواهد شد؟ گفت شاید تا چند ماه آینده. گفتم و سرانجام آن؟ گفت اگر مصر برایشان نیروی کمکی نفرستد مغلوب خواهند شد. نامه دیگری روی میز بود که هر دوی ما با دیدنش فهمیدیم چه معنایی برای مصر خواهد داشت. ارتش آماده نبود. ژنرال های ارشد کشور یا در زندان بودند یا به مناطق دور افتاده تبعید شده بودند. ما در تاریخ سلطنتی بزرگ و طلایی بودیم، ولی از نظر قدرت رو به نابودی بودیم. من به طرف نفرتیتی که در اتاق کوچکی که آخناتون برای شاه دخت تازه ساخته بود رفتم. فرعون همانجا بود و با یکدیگر مجادله می کردند. نفرتیتی به محض شنیدن صدای پای من گفت از او بپرس. آخناتون گفت نیازی به این کار نیست، چون چند شب گذشته را در کنار کیا بود است. نفرتیتی با عصبانیت اتاق را ترک کرد و فرعون به دنبالش رفت. صبر کن، قول میدهم امشب را در کنارت بمانم. نفرتیتی با عصبانیتی رو به انفجار گفت امیدوار باشم که اینجا میمانی، ظاهرا فراموش کرده ای که پدر این بچه ها هستی. نفرتیتی بچه هایش را در آغوش کشید. آنها دست از بازی کشیده بودند و به این مشاجره نگاه میکردند. آخناتون عذرخواهی کرد. دیگر هرگز به قصر او نمی روم. نفرتیتی در مقابل در ایستاد و با تردید به او نگاه کرد. بعد سوالی پرسید که خودش پاسخ آن را می دانست. امشب ما را به گردش می بری؟ گفت بله، می توانیم تاتموس را هم همراه خود ببریم. نفرتیتی گفت خوب است. مریتاتون پرسید ما هم می توانیم بیاییم؟ منتظر بودم تا عکس العمل آخناتون را ببینم. اما او با ملایمت مری را در آغوش گرفت و گفت البته که میایی، تو شاهزاده خانم من هستی، دختر ارشد فرعون و فرعون مصر بدون دخترش هیچ کجا نمی رود. خانواده خواهرم آماده حرکت شدند. نفرتیتی اصرار کرد که همراهیشان کنم، اما من نپذیرفتم. گفتم خیلی خسته هستم. اعتراض کرد تو که همیشه خسته هستی، اگر ملکه بودی لابد همیشه با بیحالی خودت را این طرف و آن طرف می کشیدی. من چهرهی با انرژی به خود گرفتم و او خندید. دستانش را دور کمرم حلقه کرد. گفتم من فقط تظاهر به شادی می کنم. در نبود من چه کسی به پاهایت روغن می مالد؟ چه کسی برایت آب میوه می آورد و موهایت را شانه می زند؟ او چشمهش را چرخاند و به من خیره شد. تو 18 سال بیشتر نداری؟ در 40 سالگی به چه حالی میافتی؟ گفتم تا آن زمان حتما مردم. اشک به چشمان نفرتیتی دوید و گفت نباید از این حرفها بزنی. میخواهی آنوبیس حرفهایت را بشنود؟ ابروهایم را بالا بردم. فکر میکردم تنها خدای مصر آتون است. 15 روز از آن زمان گذشته بود. خواهرم فریاد کشید جشن به چه مناسبت؟ درهای آدیانس بر روی همه بسته شد و تنها خاندان سلطنتی در تالار باقی ماندند. آخناتون با تردید و بریده بریده پاسخ داد برای فرزند کیا. نفرتیتی عصای سلطنتیش را روی سکو کوبید و گفت به این ترتیب تو علاوه بر خوابیدن برای خوردن شام نیز باید در قصر او بمانی. آخناتون سر تکان داد. این یک دعوت رسمی است، نمی توانم آن را نپذیرم. اما تو ملکه مصر هستی. او از جایش بلند شد و به طرف نفرتیتی رفت. البته تو هم می توانی همراه هم بیایی. برای یک لحظه فکر کردم خواهرم خواهد رفت، اما او با عصبانیت آخناتون را از خود راند و اتاق را ترک کرد. من به مادرم نگاه کردم. او گفت دنبالش برو. به دنبال نفرتیتی دویدم. او را در اتاق کوچکی پیدا کردم که پنجرهش به بیرون باز می شد. او داشت به آمارانا نگاه می کرد. معبد آتون از دور دیده می شد و ستونهایش در سیاهی شب به 4 سرباز سیاه پوش می مانست. نمی خواستم خلوت او را برهم بزنم،
اما با شنیدن صدای پایم گفت من تنها کسی هستم که آنها می خواهند. جلوتر رفتم تا ببینم منظورش چه کسانی هستند. تعداد زیادی از مردم در مقابل دروازه قصر ایستاده بودند تا او را در کنار پنجره ببینند. اما در تاریکی شب امکان پذیر نبود. گفت آنها فقط به خاطر من آخناتون را دوست دارند. گفتم او باید به قصر کیا برود. او باید یک پسر داشته باشد. او دستانش را دور من حلقه کرد و گفت فکر میکنی من نمیتوانم یک پسر به او بدهم؟ گفتم اگر صاحب پسر نشوی او تو را دوست نخواهد داشت؟ گفت او عاشق من است. چه کسی به بارداری کیا اهمیت میدهد؟ آخناتون امشب آنجاست چون پناهسی او را دعوت کرده. و با ناراحتی و افسوس ادامه داد. گمان میکند پناهسی مرد صادقی است. از زمانی که پدر از برده ها برای ساخت و ساز استفاده کرد و مانع جنگ شد، او در گوش آخناتون میخواند که آتون با او سخن میگوید. تأثیر گفته هایش بر فرعون روز به روز بیشتر میشود. گفتم اما نه بیشتر از تأثیر پدر. گفت نه، هرگز چنین اهمیتی پیدا نخواهد کرد، مطمئن هستم. او به مردمی نگاه کرد که نمی توانستند او را ببینند. آنها خرمنهای گندمشان را جابجا می کردند و از دور به نظر می رسید دور دسته های گندم را با روبانهای سفید براق پیچیدند. عزیزان لذت داستان، امیدوارم که از شنیدن این داستان زیبا لذت برده باشید. فراموش نکنید نظرتون رو حتما برام کامنت کنید. روز و روزگار بر شما خوش.